زخمی شدن خانمی که علیه طالبان در دایکندی می جنگید. ترس بی جهت دکتر عبدالله از اشرف غنی. با آتش کشیدن اجساد نیروهای امنیتی در ولسوالی بالا مرغاب توسط طالبان. بولتون: عدم توافق با ترامپ در مورد افغانستان مرا وادار به استعفا کرد. ترامپ: بولتون باید زندانی شود. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتون بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال رو نیز سابسکرایب کنید. گلارام بانویی که در نبرد با طالبان در دایکندی زخمی شد. 8 صبح کابل. گروه طالبان شب گذشته بر پوسته نیروهای امنیتی در منطقه تگاب و ولسوالی پاتوی ولایت دایکندی حمله کرده است. مقام‌های محلی در این ولایت میگویند که در این حمله یک کودک کشته شده و به شمول یک زن دو نفر دیگر زخمی شده است. دفتر والی دایکندی اعلام کرد زنی که در این حمله زخمی شده است گلارام نام دارد و در کنار نیروهای امنیتی علیه گروه طالبان سلاح برداشته بود. محمد ضیا همدرد والی دایکندی با جمعی از مسئولان محلی و امنیتی این ولایت به شفاخانه زهرا بیاد به عیادت او رفته است. گلارام پس از این که در نبرد با گروه طالبان زخمی شد در شفاخانه زهرا بیاد برای درمان بستری شده است. والی دایکندی از مسئولان شفاخانه خواسته است که برای رسیدگی او کوتاهی نکنند. دایکندی در بخش مرکزی کشور از ولایت‌های امن به شمار می‌رود. با آن هم سه ولسوالی این ولایت از جمله پاتو، ناومیش و کجران به دلیل حضور طالبان ناامن است. در همین حال عباس کامیار سخنگوی والی دایکندی در صحبت با روزنامه اطلاعات روز از این خانم به نام گلارام یاد کرده گفت که شب گذشته دوشنبه دوی سرطان در روستای تگاب ولسوالی پاتو زخمی شده است. آقای کامیار افزود که او هم اکنون به شفاخانه در شهر نیلی مرکز دایکندی منتقل شده و وضعیت صحیحش نیز خوب می باشد. افزون بر گلارام یک مرد دیگر نیز در جریان این حمله طالبان زخمی شده است. همچنان یک کودک دیگر در جریان درگیری ها در این حمله کشته شده است. از سوی هم سخنگوی والی دایکندی گفته است که در نتیجه درگیری یک فرمانده طالبان کشته و 5 جنگجوی دیگر این گروه نیز زخمی شدند. آقای کامیار تاکید کرد که این حمله طالبان با مقاومت نیروهای خیزش مردمی عقب زده شده است و هم اکنون ساحه مورد حمله در کنترل نیروهای دولتی قرار دارد. دکتر عبدالله بی جهت از اشرف غنی میترسد. اشاره: در کتاب جان بولتون تذکر رفته که دونالد ترامپ به حدی از اوضاع افغانستان بیخبر بود که حتی نمیدانست کرزی سر قدرت است یا غنی. به نقل از محمد جواد رحیمی: یکی از عجایب این است که اشرف غنی با سوء استفاده از نام و آدرس امریکا همیشه بالای حریفان سیاسی خود فشار وارد میکرد، در حالی که دونالد ترامپ حتی اشرف غنی را به نام هم نمیشناسد. جان بولتون در کتاب خود نوشته است که هر باری که دونالد ترامپ در مورد افغانستان حرف میزد نام کرزی را استفاده می نمود. یعنی حتی خبر هم نبود که فعلا کرزی نه بلکه اشرف غنی در رأس نظام مقرر شده است. در عین حال در کتاب بولتون ذکر شده که دونالد ترامپ همواره از موجودیت فساد گسترده و ضعف مدیریتی حکومت کابل به تندی انتقاد می نمود. از اینکه اشرف غنی با سوء استفاده از نام و آدرس امریکا منافع خودش را در افغانستان تأمین نموده بیانگر چالاکی و زیرکی او است. اما سکوت عبدالله و یا ترس او از اشرف غنی و حامیان دروغین او را چه نام دهیم؟ اشرف غنی را حتی به نام کسی نمی شناسد. اما عبدالله دو بار اقتدار و اراده ملی را دو دسته به او تحفه داده است. نمیدانم که اقدام تکراری عبدالله قصدی بوده یا از روی ترس، اما نزد ما هر دو مورد مردود، منفور و نابخشودنی می باشد.
طالبان اجساد نیروهای امنیتی را در ولسوالی بالامرغاب با آتش کشیدند. 8 صبح هرات. مقام‌های امنیتی بادغیس می‌گویند که بدانبال درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی بالامرغاب این ولایت تلفات به نیروهای امنیتی وارد شده است. تحصیل ایدری سخنگوی فرماندهی پلیس بادغیس در صحبت با روزنامه 8 صبح تایید می‌کند که در این درگیری 3 نیروی قطع خاص پلیس جان باخته و یک تن دیگر زخم برداشته است. منابع معتبر محلی در ولایت بادغیس ادعا دارند که طالبان ابتدا بر کمپ نیروهای امنیتی در مرکز ولسوالی حمله کردند و سپس درگیری میان دو طرف آغاز شد. تصاویری که از محل درگیری در اختیار روزنامه 8 صبح قرار گرفته است نشان می‌دهد که اجساد نظامیان افغان در میدان نبرد با آتش کشیده شده و طالبان منطقه را ترک کردند. سخنگوی فرماندهی پلیس بادغیس می‌پذیرد که در این درگیری با نیروهای ارتش ملی نیز تلفات وارد شده، اما در مورد تعداد تلفات نظامیان ارتش چیزی نمی‌گوید. با گفته او درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی چاشت روز سه‌شنبه 3 سرطان در مناطق بازار و اپل ولسوالی آغاز شد و تا حوالی ساعت 11 شب ادامه داشت. اعضای شورای ولایتی بادغیس ادعا دارند که در جریان درگیری 7 سرباز ارتش و 3 سرباز پلیس کشته شده و 5 تن دیگر از نیروهای امنیتی زخم برداشتند. فرید اخیزی عضو این شورا در صحبت با 8 صبح از بدتر شدن وضعیت امنیتی ولایت بادغیس ابراز نگرانی می کند. بعد از کاهش چشمگیر خشونت ها بدنبال روزهای آتش بس عید فطر، از چند به این سو سوی تحرکات طالبان در بخش های گوناگون کشور از جمله ولایت های زون غرب به گونه بی‌پیشینه افزایش یافته است. بولتون: عدم توافق با ترامپ در مورد افغانستان مرا وادار به استعفا کرد. مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا در کتاب خاطرات خود به نام اتاق اتفاق دلیل استعفای خود را عدم توافق با رئیس جمهور در مورد افغانستان اعلام نموده است. جان بولتون، مشاور سابق ملی آمریکا، در کتاب جدیدش که مشتمل بر 570 صفحه و 15 فصل است به موضوعات مختلف از جمله افغانستان اشاره کرده است. دستیار سابق ریاست جمهوری ایالات متحده برای امنیت ملی روز سه‌شنبه در مصاحبه با فاکس نیوز گفت پس از آن که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ ایده دعوت از نمایندگان طالبان به اقامتگاه تابستانی کمپ دیوید را مطرح کرد، تصمیم به استعفا گرفت. وی گفت: من استعفانامه خود را از قبل آماده کرده بودم، اما این تصمیم به تدریج قوی تر شد و تصمیم ترامپ برای دعوت از طالبان به کمپ دیوید آخرین مرحله تحمل سیاست‌های اشتباه و غیر مسئولانه رئیس جمهور بود که مرا کاملا وادار به استعفا کرد. در بخش دیگری از کتاب پرماجرای جان بولتون، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، جنگ افغانستان یک ناکامی کامل از دیدگاه دونالد ترامپ دانسته شده است. در بخشی از کتابش آمده است که رئیس جمهور دونالد ترامپ در یک نشست در 8 نوامبر در کاخ سفید حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان را راهبرد اشتباه و شرم‌آور خواند. در کتاب جان بولتون از زبان رئیس جمهور آمریکا همچنین آمده است که ایالات متحده آمریکا در افغانستان شکست خورده است و بگذارید روسیه به مشکل داعش در آن کشور رسیدگی کند. ترامپ: بولتون باید زندانی شود. رئیس جمهور آمریکا در ادامه حملات لفظی خود علیه جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا، خواستار زندانی شدن او شد. با گزارش اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در ادامه حملات لفظی خود علیه جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا، خواستار زندانی شدن او شد و گفت که پولهایش را باید مصادره کند. آقای ترامپ در یک پیام تویتری نوشته است:
جان بولتون باید زندانی شود و پول وی باید مصادره شود. یادآوری می شود در سال 2016 یک ملوان جوان زیر دریای ارتش آمریکا به خاطر عکس گرفتن در داخل یک زیر دریای هسته‌ای بازداشت شد و به اتهام انتشار تصاویر یک محیط محرمانه به یک سال زندان محکوم شد. این نخستین بار نیست که ترامپ مشاور امنیت پیشین خود را به افشای اطلاعات محرمانه متهم می کند. او که درگیر رسوایی جدید به واسطه افشاگری های بولتون شده است، در پیام تویتری نوشت: من به جان بولتون که به دلیل اینکه فرد نادان بود مورد تایید سنا قرار نمی گرفت فرصت دادم. من همواره شنیدن نظرات متفاوت را دوست دارم. معلوم شد که او کاملا بی‌کفایت و دروغگوست. نظر قاضی را ببینید. اطلاعات طبقه بندی شده را منتشر کرده است. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.